هنگامی که عیسی معبد را ترک می‌کرد، یکی از شاگردانش به او گفت: استاد، بنگر چه سنگ‌ها و چه بناهای با شکوهی. اما عیسی به او فرمود: همه این بناهای بزرگ را می‌بینی؟ بدان که سنگی بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهد ریخت. و چون عیسی بر کوه زیتون روبروی معبد نشسته بود، پتروس و یعقوب و یوحنا و آندریاس در خلوت از او پرسیدند: به ما بگو این وقایع کی روی خواهد داد و نشانه نزدیک شدن زمان تحقق آنها چیست؟ عیسی بدیشان فرمود: به هوش باشید تا کسی گمراهتان نکند. بسیاری به نام من آمده خواهند گفت من همانم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. چون درباره جنگ ها می شنوید و خبر جنگ ها به گوشتان می رسد، مشوش مشوید. چون این وقایعی می باید رخ دهد، ولی هنوز پایان فرا نرسیده است. قومی بر قوم دیگر و حکومتی بر حکومت دیگر برخواهند خواست. زلزله ها در جای های گوناگون خواهد آمد و قحطی ها خواهد شد. اما این تنها به منزله آغاز درد زایمان است. و اما شما درباره خودتان به هوش باشید، زیرا شما را به محاکم خواهند سپرد و در کنیسه ها خواهند زد و به خاطر من در حضور والیان و پادشاهان خواهید ایستاد تا در برابر آنان شهادت دهید. نخست باید انجیل به همه قوم ها موعظه شود. پس هرگاه شما را گرفتار کنند و به محاکمه کشند، پیشا پیش نگران نباشید که چه بگویید، بلکه هر آنچه در آن زمان به شما داده شود آن را بگویید. زیرا گوینده شما نیستید، بلکه روح القدس است. برادر برادر را و پدر فرزند را تسلیم مرگ خواهد کرد. فرزندان بر والدین برخواسته اسباب کشته شدن آنها را فراهم خواهند آورد. همه به خاطر نام من از شما نفرت خواهند داشت، اما هر کتاب پایان پایدار بماند نجات خواهد یافت. اما چون آن مکروه ویرانگر را در مکانی که نباید برپا ببینید، خواننده دقت کند. آنگاه آنان که در یهودی اند به کوه‌ها بگریزند و هر که بر بام خانه باشد برای برداشتن چیزی فرود نیاید و وارد خانه نشود و هر که در مزرعه باشد برای برگرفتن قبای خود به خانه باز نگردد. وای بر زنان آبستن و مادران شیرده در آن روزها. دعا کنید که این وقایع در زمستان روی ندهد، زیرا که در آن روزها چنان مصیبتی روی خواهد داد که مانندش از آغاز عالمی که خدا آفرید تا کنون روی نداده و هرگز نیز روی نخواهد داد. و اگر خداوند آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ بشری جان سالم به در نمی برد. اما به خاطر برگزیدگان که خود آنها را انتخاب کرده، آن روزها را کوتاه کرده است. در آن زمان اگر کسی به شما گوید بنگر مسیح اینجاست یا بنگر او آنجاست، باور مکنید. زیرا مسیحان کاذب و پیامبران دروغین برخواسته آیات و معجزات به ظهور خواهند آورد تا اگر ممکن باشد برگزیدگان را گمراه کنند. پس هوشیار باشید، زیرا پیشا پیش همه اینها را به شما گفتم. اما در آن روزها پس از آن مصیبت، خورشید تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد افشاند. ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و نیروهای آسمان به لرزه در خواهند آمد. آنگاه مردم پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم در ابرها می آید. او فرشتگان را خواهد فرستاد و برگزیدگانش را از چهار گوشه جهان، از کرانهای زمین تا کرانهای آسمان گرد هم خواهد آورد.